بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان عزیز. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. زخمی شدن هواداران عمران خان در درگیری با پلیس پاکستان. تخریب مسجد و قبرستان 500 ساله در گجرات علی‌رغم حکم دیوان عالی هند. کمک 1.7 میلیارد دلاری بانک جهانی طی 3 سال گذشته به افغانستان. و بنگلادش در آستانه اصلاحات اساسی قانون اساسی و تلاش برای ایجاد اجماع ملی. وقت شما بخیر. در جریان اعتراضات هواداران عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، در شهر راولپندی درگیری‌های میان معترضان و پلیس رخ داد که منجر به زخمی شدن 10 نفر و بازداشت تعدادی از افراد شد. این اعتراضات با هدف درخواست آزادی فوری عمران خان از زندان برگزار شد و با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه گردید. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. 10 نفر از هواداران عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، در جریان درگیری با پلیس در شهر راولپندی واقع در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت این کشور، مجروح شدند. این درگیری ها پس از آن رخ داد که کارگران و هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان PTI در اعتراض به بازداشت رهبر خود تجمع کردند و خواستار آزادی فوری وی شدند. حزب تحریک انصاف اسلام آباد اعلام کرد که این تجمع به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما پلیس با استفاده از زور و گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشت. در نتیجه 10 نفر از هواداران بازداشت و بسیاری دیگر نیز مجروح شدند. معترضان با سر دادن شعارهایی همچون عمران خان زنده باد و انتخابات تقلبی غیر قابل قبول است خواستار آزادی او شدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که برخی از معترضان خشمگین به سمت نیروهای پلیس ضد شورش سنگ پرتاب می‌کنند و پلیس نیز برای متفرق کردن آنان از گاز اشک‌آور استفاده می‌کند. این درگیری‌ها پیش از رسیدن وزیر ارشد ایالت خیبر پختونخوا که برای شرکت در تجمع اعتراضی رهسپار بود شدت گرفت. دولت محلی پنجاب حزب تحریک انصاف را متهم به تلاش برای بی‌ثبات کردن نظم و قانون در شهر کرد. عمران خان هم که همکنون در زندان راولپندی به سر می‌برد، با پرونده‌های متعددی از جمله فساد و تروریسم مواجه است و وی تمامی این اتهامات را رد کرده است. این حزب پیش از این نیز 2 راهپیمایی بزرگ در اسلام آباد و لاهور برای آزادی فوری رهبر خود برگزار کرده بود. مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای مطهری سلام، با توجه به درگیری‌های اخیر و زخمی شدن هواداران عمران خان، چه اقداماتی برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها در اعتراضات آینده پیشنهاد می‌دهید و آیا پیش‌بینی می‌کنید که این اعتراضات منجر به تغییرات اساسی در وضعیت سیاسی پاکستان خواهد شد؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت تمام بینندگان که ما و شما را تماشا می‌کنه. من سلام تقدیم می‌کنم. هواداران عمران خان روز گذشته به دعوت حزب تحریک انصاف پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان از جمله لاهور و اسلام آباد اعتراضات گسترده ای را آغاز کردند. قسمی که شما عرض کردین، معترضین با شعارهای زنده باد عمران خان و انتخابات تقلبی به میدان آمدند. این اعتراضات زمان شروع شد که دولت پاکستان میخواهد در قانون اساسی کشور یک اصلاحات را ایجاد بکنه که در او اصلاحات حزب تحریک انصاف پاکستان
ممنوع و غیر قابلی که برنامه اجرا بکنه اعلام میشه. وقتی موضوع به اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان رسیدن، اونا به جاده ها آمدن و اعتراض کردن و تظاهرات کردن و هم اکنون عمران خان در زندان لاولپندی زندانی هست. قسمی که شما عرض کردین، عمران خان تمام اتهامات دولت پاکستان رد میکنه و دولت پاکستان در این روزا تلاش داره که عمران خان به کمک ارتش پاکستان و نیروی نظامی پاکستان دادگاه و مجازات بکنه. و موضوع بعدی حملات و ناامنی های اخیری که در پاکستان به اتفاق افتاد، این موضوعات باعث هم میشه که احتمال داره که نیروها و حامی های عمران خان بار دیگه به جاده ها بیایه، بار دیگه اعتراض بکنه. و از طرف دیگر حملات گروه تحریک طالبان پاکستان هم شدت گرفته. اگر وضعیت به همین منوال در پاکستان ادامه پیدا بکنه، ما شاهد سقوط حکومتداری شهباز شریف در پاکستان خواهیم بود. چرا؟ چون در ماهای گذشته هم حملات تحریک طالبان پاکستان بر دولت پاکستان شدت گرفته و از طرف دیگر مخالفین حکومت شهباز شریف هم به جاده ها میآیند و در رسانه و در مخالفت با دولت پاکستان صحبت میکنه. و از طرف دیگر نامنه های اخیری که در مرز با افغانستان صورت گرفتن، ما در ماه گذشته حدوداً شاهد ده‌ها درگیری در مرز با بین پاکستان و افغانستان بودیم که دولت پاکستان امروز از حضور طالبان در افغانستان هم حراس داره و از حضور طالبان پاکستان در خود خاک افغانستان هم حراس داره. و از طرف دیگر نیروها و حامی های حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان هم تلاش میکنه که ناامنی در پاکستان شدت بدهد. اگر دولت نو اکنون پاکستان با حزب تحریک انصاف پاکستان این موضوع از راه صلح و مذاکره حل نکنه، ما در زودترین فرصت شاهدی خواهیم بودیم که هم نیروهای پاکستان در برابر اعضای حزب تحریک انصاف حملات داشته باشه و همچنان نیروهای و حامی های حزب تحریک انصاف هم در جاده ها حضور پیدا بکنند. ممنونم با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. محمد عباس، معاون دبیرکل اداره مزارها و اماکن شیعه در سازمان اوقاف شیعیان عراق، طی اظهاراتی از افتتاح رسمی مزار سید محسن فرزند امام هادی علیه السلام خبر داد. وی در ادامه گفت این مزار در شهر دیاله در عراق واقع شده و هر ساله هزاران تن از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به زیارت این بارگاه ملکوتی سرازیر می شود. وی همچنین گفت با تلاش های صورت گرفته عملیات بازسازی این مقام عظیم الشان به پایان رسیده و در این بازسازی از معماری زیبا و جدیدی به کار گرفته شده است. پنجمین دوره مسابقات حفظ، تلاوت و تجوید قرآن کریم بنیاد محمد السادس، محمد ششم، ویژه علمای آفریقایی از دیروز در شهر فاس مراکش آغاز شده است. شعبه های بنیاد محمد السادس در 48 کشور آفریقایی در این رقابت ها شرکت کردند و 118 نفر که 12 نفر آنان از بانوان هستند در این مسابقات به صورت آنلاین و از راه دور با یکدیگر رقابت خواهند کرد. روزنامه الکترونیکی دیترویت فری پرس اخیراً از افتتاح یکی از مهمترین جشنواره‌های سالانه در شهر دیترویت آمریکا خبر داد که تخصص آن نزدیک کردن جوامع اسلامی و غیر اسلامی از طریق علایق هنری است. شایان ذکر است این جشنواره که در بنیاد پژوهشی مید تاون برگزار شد، میزبان بیش از 200 اثر هنری از خاورمیانه و فراتر از آن بود. لازم به ذکر است این نمایشگاه شامل نقاشی‌های هنری از اعیاد سنتی اسلامی همراه با ظروف منحصر به فرد و کوزه‌های عتیقه، کتاب‌های آشپزی تاریخی و اجمالی از دستورالعمل‌های غذایی باستانی عربی را نشان می‌دهد. خوشنویسان بوسنی و هرزگوین آثار قرآنی خود را در نمایشگاهی در موستار به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه تعداد 24 اثر خوشنویسی 7 هنرمند بوسنیایی
به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال علاقه‌مندان و دوستداران فرهنگ و هنر این کشور قرار گرفت. مسجد کبیر قیصریه، معروف به مسجد جمعه اول در منطقه قیصریه ترکیه، پس از مرمت دربهای تاریخی خود به روی عموم بازگشایی شد. این مسجد که بیش از 8 قرن خدمت دارد، دارای 3 درب با نقوش حکاکی شده است که به طور کامل توسط هنرمندان محلی طراحی و اجرا شده‌اند. بر اساس کتیبه تاریخی مسجد، این بنا در سال 602 هجری قمری توسط مظفرالدین محمود در دوره سلطان کیخسرو پسر قلیچ ارسلان مرمت شده بود. منابع محلی در استان ننگرهار در شرق افغانستان میگویند که 2 نیروی طالبان در پی درگیری با مرزبانان پاکستانی در شهرستان گوشته این استان کشته شدند. منابع روز یکشنبه 8 مهر تایید کردند. در نتیجه این درگیری 3 نیروی دیگر نیز زخمی شدند. این درگیری صبح روز گذشته در ننگرهار رخ داده است. گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، روز گذشته لایحه ایمنی هوش مصنوعی مورد بحث را وتو کرد. گفتنی است شرکت‌های فناوری توسعه دهنده هوش مصنوعی مولد قادر به پاسخگویی به سوالات با متن، تصاویر یا صوت با این قانون که SB 1047 نامیده شده مخالف بودند و معتقدند این فرایند ممکن است شرکت‌های هوش مصنوعی را از ایالت براند و مانعی برای نوآوری باشد. هوش مصنوعی به پزشکان این امکان را می‌دهد که با تحلیل داده‌ها و تصاویر پزشکی دقت تشخیص خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و مشکلات گوش بیماران را تشخیص دهند. با توجه به اینکه بسیاری از بیماری‌های گوش علائم مشابهی دارند، دقت و سرعت تشخیص بسیار اهمیت دارد. هوش مصنوعی با تحلیل دقیق داده‌های بیمار به پزشکان کمک می‌کند تا با سرعت و دقت بیشتری به تشخیص و درمان بپردازند. در گذشته تصور می‌شد که وضعیت بدنی غلط مانند قوز کردن یا بد ایستادن عامل اصلی کمردرد است، اما بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که برای تایید این ادعا شواهد کافی وجود ندارد و در واقع وضعیت خمیده، قوز کرده یا به اصطلاح بد ممکن است واکنشی به درد باشد نه علت آن. افرادی که درد دارند تمایل دارند از کمرشان بیش از حد محافظت کنند و حرکاتشان کندتر و خشکتر و با تنش عضلانی بیشتر است. یک افسر ارشد پزشکی انگلیسی گفته که همه‌گیری آینده به بزرگی کووید اجتناب ناپذیر است. پروفسور سر کریس ویتی هشدار داده است که بیماری همه‌گیری دیگری به بزرگی بحران کووید که 7 میلیون نفر را در سراسر جهان کشت یک اتفاق قطعی است. وی در ادامه افزود فقدان ظرفیت مراقبت‌های ویژه در بریتانیا برای بیمارترین بیماران یک انتخاب سیاسی است. در اقدامی جنجالی و مغایر با حکم اخیر دیوان عالی هند، مقام‌های ایالتی گجرات یک مسجد حسینیه و قبرستان با قدمتی بیش از 500 سال را در منطقه گیر سومناس تخریب کردند. این تخریب به عنوان بخشی از پروژه توسعه معبد سومناس و با هدف حذف آنچه ساخت و سازهای غیرقانونی خوانده شده انجام گرفت و با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جوامع محلی همراه بوده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در اقدامی بحث برانگیز و مغایر با حکم دیوان عالی هند، یک مسجد حسینیه و قبرستان تاریخی با قدمت بیش از 500 سال در منطقه گجرات هند تخریب شد. این اقدام در تاریخ 28 سپتامبر در منطقه گیرسومانس انجام شد و برخلاف حکمی است که دیوان عالی اخیراً صادر کرده و تمامی تخریب‌ها را در سراسر کشور به جز در موارد خاصی مانند تجاوز به راه‌های عمومی متوقف کرده بود.
این تخریب ها به عنوان بخشی از پروژه توسعه معبد سومانس و با هدف رفع آنچه که مقامات به عنوان ساخت و سازهای غیرقانونی در نزدیکی این معبد توصیف کردند انجام شد. بر اساس گزارش ها بیش از 36 بولدوزر و ماشین‌آلات سنگین برای این عملیات گسترده به کار گرفته شد که به عنوان بزرگترین عملیات تخریب در تاریخ منطقه گیرسومانس توصیف شده است. نیروهای امنیتی گسترده‌ای شامل 1200 نفر از نیروهای پلیس برای تسهیل این عملیات به کار گرفته شدند و منطقه به طور کامل قرق شد تا از بروز هر گونه اغتشاش جلوگیری شود. در جریان این عملیات 70 نفر که سعی در جلوگیری از تخریب اماکن مذهبی داشتند بازداشت شدند. این تخریب در حالی انجام شد که دولت محلی پیشتر طرحی برای مقابله با تعرض‌های گسترده و اراضی عمومی به وسعت حدود 3 هکتار را آغاز کرده بود. این اقدام با واکنش‌های مختلفی روبرو شده و موجب نگرانی جوامع مسلمان منطقه شده است. در حالی که گزارش‌های از دخالت طالبان در ارائه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان منتشر شده، بانک جهانی اعلام کرده که طی 3 سال گذشته 1.7 میلیارد دلار را بدون دخالت این گروه به افغانستان کمک کرده است. بانک جهانی روز یکشنبه 8 مهر در گزارشی افزوده که این کمک‌ها عمدتاً بر بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان متمرکز بوده است. چند ماه پیش سیگار گزارش داد که از آگوست 2021 شرکای اجرایی کمک‌های ایالات متحده دست کم 11 میلیون دلار به عنوان مالیات و هزینه‌های آب و برق به رژیم طالبان پرداخت کرده‌اند و این گروه از کمک‌های آمریکا به افغانستان بهره می‌برد. بنگلادش در آستانه اصلاحات گسترده قانون اساسی قرار دارد، اصلاحاتی که می‌تواند مسیر آینده سیاسی این کشور را تعیین کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این تغییرات مستلزم مشارکت و اجماع تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی است تا از بازگشت به استبداد جلوگیری و ثبات سیاسی در این کشور تضمین شود. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. بنگلادش در حال انجام اصلاحات گسترده در قانون اساسی خود است، اقدامی که کارشناسان بین‌المللی حقوقی تأکید دارند باید بر اساس فرایندی مبتنی بر اجماع انجام شود تا ثبات سیاسی این کشور پرجمعیت در جنوب آسیا تضمین شود. پس از برکناری نخست وزیر شیخ حسین واجد و خروج حزب او عوامی لیگ از قدرت در ماه آگوست، نگرانی هایی ایجاد شده که ممکن است یکی از بازیگران کلیدی در این فرایند کنار گذاشته شود. دولت موقت که به رهبری محمد یونس برنده جایزه نوبل تشکیل شده، به تازگی کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی ایجاد کرده است. این کمیته با دو گزینه مواجه است: اصلاح قانون اساسی 52 ساله کشور یا تدوین یک قانون اساسی جدید. هرچند مسیر اصلاح سریع‌تر انجام می‌شود، اما ممکن است مشکلات اساسی را حل نکند. کارشناسان تأکید دارند که در فرایند اصلاحات قانون اساسی باید تمام احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اصلاحات بدون مشارکت همگانی به ناپایداری منجر می‌شود. اصلاحات قانونی در بنگلادش با چالش‌های بسیاری همراه است، اما این فرصت می‌تواند نقطه عطفی برای ثبات سیاسی و جلوگیری از بازگشت به استبداد باشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. زخمی شدن هواداران عمران خان در درگیری با پلیس پاکستان. تخریب مسجد و قبرستان 500 ساله در گجرات علی‌رغم حکم دیوان عالی هند. کمک 1.7 میلیارد دلاری بانک جهانی طی 3 سال گذشته به افغانستان. و بنگلادش در آستانه اصلاحات اساسی قانون اساسی و تلاش برای ایجاد اجماع ملی.
عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی، خدایا رو نگهدارتون.